دوستای عزیز سلام و وقتتان بخیر. مانده نباشین، امیدوار هستم که اینجور صحت‌مند باشین. خوش لایت بالای سر هم روشن شد. امروز میخوایم برایتان آشک پخته کنیم. آمادگی کامل گرفتیم و مهمان یک از دوستا هستیم. آشک که حتما دیدین دیگه که چگونه میخورین، ولی چگونه پختنش هم یک بار ببینید. و البته ما در اینجا گندنه نداریم، مجبور هستیم که بجای گندنه از پیاز استفاده کنیم. این شما هم ببینید، پیاز هم مثل گندنه بروش کرده و حالا بخیر کار را شروع میکنیم. تا آخر با ما همراه باشین. امیدوار هستم که شما هم در هر گوشه دنیا که هستین آشک های وطنی را پخته کنید و بخورید. آشک البته در مناطق مختلف افغانستان رواج داره. در مناطق هزارآجات خیلی زیاد مروج نیه، یعنی در سالهای اخیر در مناطق هزارستان رواج پیدا کرده، ولی بیشتر بکنم که شهرنشین ها خصوصا کابل از سابقه زیادی در این بخش برخوردار است. هر جای غذای خاص خود داره. آنچه که مورد نیاز شما هست دوستان عزیز، اولی که یک مقدار آرد خشک است، گندنه و یا یکی نیش پیاز. اگر گندنه دارین گندنه و اگر ندارین نیش پیاز قسم خرد کنید. و یک مقدار خمیر، به اصطلاح که خمیر بگیرین، باز او را بعدن زغاله جور میکنید که از اینا استفاده کنید. اینا اشیای مورد نیاز شما. به خاطر باز در کنار شما یک تخته و یک آشگز هم نیاز دارید. اگه که آشگز داشتن خوب، با این تخته که نداشتن میتونید که روی فرش هم این کار انجام بدین. روی فرش نه، منظور ما روی عمود دسترخوان هست. این قسم آردایتون رو بگیرین زغاله کنید، فرق نمیکنه زغالایتون رو خرد میگیرین یا بزرگ میگیرین. اگه تختش مو کلان است از زغالای خر کلانتر بگیرین، اگه تختش مو خردتر هست دو صورت با زغالای خر یک اندازه خردتر بگیرید که راحت تر در داخل از او جای شوه. بعدش این گونه ای را بگیرید هموار کنید، مثل که نان پخته میکنید به اصطلاح. بعد بازی با آشگز را تلاش کنید که یک اندازه نازک بسازین، چون بخاطر هر قدر نازک بسازین این بهتر میشه، بخاطر که زود پخته میشه و مریض نمیکنه، این صحیح‌تر میشه. البته باز در انداختن مای خمیر مختار است، اگر انداختن خیلی کم اندازه، نگر انداختن هم هیچ اشکال نداره، بدون مای خمیر هم میشه. این سرپوش چاینک است، با این میتونید که عمو زغاله خود که هموار کردین این هم طور بروش کنید که داخل از اون منتو رو بشین. البته دیگه منتو هم باید شما داشته باشین دوستان عزیز، بدون دیگه منتو نمیشه. لازم بیشتر بلش من تخته نشون دادم، اگر تخته نداشتین در روی دسترخوان میتونید که اینگونه با آشکس این هموار کنید. خیلی راحت هست، البته من کم نوبلتی میگم، شاید باز خانم بهتر بلد باشه اینا رو. این روند هموار کردن آنقدر زیاد انجام بدین تا که بالاخره آرد شما یا خمیر شما منظورم دوست عزیز خوب نازک شوه. خمیر هر قدر نازک شوه بهتر هست، ولی خب این یک اندازه سخت است، بخاطر از اینکه اکثر آردها خرد کردنش بسیار سخته، همون نازک کردنش، چون چسبوک میشه. وقتی که چسبوک شد اونم آرد خشکی که در پالای ما هست، از این آرد خشک در زیرش میزنیم که او نچسبه، یا همچنان در بالای همی آشگز تا در آشگز نچسبه، و این میتونه به شما خیلی خیلی کمک کنه و موثر باشه. اما قدر انجام بدین تا بالاخره وقتی که خوب نازک شد، بعدش اینی سرپوش میگیرین، با سرپوش فشار بدین تا بروش شوه، حلقه حلقه بندازی مو سرپوش او بروش میشه. بعد اونا رو میگیرین داخلش آشک میچینید. بعدش باز دوستان عزیز مواد بگیرین این گونه بسیار راحت در داخلش بانید و هر دو طرفش او را پیش کنید تا خوب محکم شوه، و این گونه او را باز میتونید داخل دیگ خود ببونید. خب دوستا، این را که جور کردین میتونید که دو قسم جور کنید. این را که اینی قطرابش را جور کردین خیلی راحت میتونید یا این گونه بارید. یک راه رای دیگه ایشی هسته که این را اینی قسم میکنید و در واقع این خوبش هسته که قسم جور بشه، هم یک شیپش تغییر میکنه، هم خوبی دیگه اینجاست که این جای کمتر میگیره، فضای کوچکتر را در بر میگیره. شما میتونید در داخل دک تعدادی زیادتر از اینا را داشته باشین، پس این برای شما خیلی خیلی کمک میکنه. امیدوار هستم که مردا هم کم کم یاد بگیره. ما مردا باور کنید از خانما که غذا را خوشمزه تر پختم، ولی خانما کارش هم نه، ولی خب من سند هم دارم. این یکش خودیم اگر شما قبول ندارین، نمی دهات دیدین دیگه این آشپزی های کلان را کی میکنه؟ در روسیه اگه هست، اگر در ختم قرآن هست، در هر کاری که هست
ببینیم که آشپزی در دستی ما مردا هست، چون شاید خانما نمیفهم چرا نمیفهم، ولی یک چیز بگم نه خانما بر نخوره، من نمیفهم دلیل چیه، ولی یار دیگه نگی مهم و کلام که میشه گلن ما مردا پخته میکنیم دیگه. امیدوارم که خانما ما را ما مردا را تقل تنبل اینطور نگه که کار بلد نیست، تانا تخم مرغ بلد هستیم، ما کلی کارا را بلد هستیم این، ولی ما که هر چیز که بگیم پخته میکنیم. چلن میتیم خانما رو بینده اگر روسی بارین دیگ برای 1000 نفر یک کنیم 1000 نفر پخته کنیم، ولی وقت اگر پخته کنیم باز فیلم بگیرید باند که ما هم بفهم که والا بلد هستیم. خب من دوستان بیشتر از ایش استایل جور میکنم بخاطر دیده که جای کم ماندن و اون موضوع خاطر یک اندازه مدارا میکنیم دیگه. دوستان از بعد دیگ آشک خوب چرب کنید که آشک وقت داخلش میچینید نچسبه، هم منزل اولش هم منزل دومش کاملا با روغن یک مقدار چرب میکنید. بعدا آشکایی را که تهیه کردین این گونه در داخل دیگ راحت بچینید. بعدا سر دیگتان را بسته میکنید، میارید بالای اجاق گازتان نصب میکنید و ببینید که این چه سه منزله هست. منزل اولش کاملا او هستین، پایین منزل های بالایشان خود آشک چینده شده که منزل اول شما یک قسم آشک شدیم، منزل دوم شد شیپ دیگه آشک چیندیم و این همون قدر میجوشانیم که بالاخره خوب جوش بینیم پایین چکست و سایز قسمت او از طریق جوش میندازیم و این بخار می بالا، از طریق بخار این آشک پخته میشه و این قسم بسیار صحی هم میایه، بسیار خوشمزه هم میایه نمیشاره. در کنارش دوست عزیز این پالویشی معمولا یک چیز دیگه ای میندازم مثل قورمه ورک در سرش اندازم. ما از عدس استفاده کردیم، ولی شما میتونید اگر لوبیا بتونید بخورید از لوبیا استفاده کنید یا یک حتی قورمه گوشت سرش اضافه کنید، هر چی که شما دوست داشتین. ویش دیگه بستگی به علاقه خودتان داره، چون ما از لوبیا خوشمون نمیاد، از گوشت لوبیا. لوبیا اگه سنگین است گوشت که همیشه وقت میخوردم در هیچ چیز گفتیم ازش استفاده نکنیم، به خاطر از عدس استفاده کردیم. شما هم از هر چی که دوست داشتین استفاده کنید و مدت کافی بمونه تا کاملا بخار بخوره و کاملا پخته شه و خدای نخواسته باز آدم مریض نکنه. بعدش باز میتونیم که اینا را در دیگ از دیگ پایین کنیم و در کاسه بکشیم. آمادگی رو بگیرین، کاسه ماستون آماده کنید، قسم در کاسه ها باز آشکار رو بچینید. ما این قسمت طبقه اولش ببین از این استایل پخته کردیم و طبقه بالایش از دیگه استایل استفاده کردیم. در اینجا که ویدیو هم به کیفیت آمد، به من خاطر دوستای عزیز مجبور شدم که یک قسم استفاده کنیم فقط تانا دیده شوه و امیدوار هستم ما رو ببخشیم به خاطر قسمت به کیفیت آمد. در زیر از اینا میتونید که شما یک مقدار دوغ یا یکی ماست چکه هرچی که دارین استفاده کنید که در زیر قاب هم نشسبه. قسم اینا را راحت کتار کنید. باز بلیش هم میتونید که شما از چی استفاده کنید، از امو به اصطلاح همون چیزی که لواب برش جور کردین از اون لوابش استفاده کنید که بعدا بازار در تصویر براتون نشان میتیم که چگونه از او شما میتونید که استفاده بکنید. واقعا بسیار غذای خوشمزه هست و شما میتونید که در خانه راحت از این تهیه کنید. مو فعلا نیره بره سر انداز و به اصطلاح گرفته باش امیل ازه باز ای خلا شد تصویری از دیگه قسمتایش هم براتون نشان میتیم که ما چگونه از این لوابش هسته که لواب سر از اون اضافه میکنیم دوستای عزیز. بعدش باز این لواب هم میگیریم این را در بالای از این میندازیم، واقعا بسیار خوشمزه هم تهیه میشه. اینا بخیر بالاخره آماده شد، دسترخوان خود ما چیندیم، یک یکی اینال مواد غذایی خود سرش میچینیم. هر چی که شما دوست دارید میتونید اینجا بیارین. این لوابش هست، این پالش سرانداز هست، قاشقتان رو بچینید، نمکتان رو بیارید و هر قدر نفر که هستین دوره هم جمع شوید و از خوردن آشک لذت ببرید. ما البته اینجا در کنارش ماست آوردیم، شما میتونید که از دوغ استفاده کنید یا از ماست استفاده کنید یا از چکه استفاده کنید. چکه بهتر هست ولی ما چون در چکه دسترسی نداشتیم از او استفاده کردیم. سرانداز هم اما تو سبز بیارید به خاطر شاید بعضیا لواب کمتر بخوره بعضیا لواب بیشتر بخوره، چون سلقای یک فرد با فرد دیگه فرق میکنه و اون وقت است کنار هم میشینید و از خوردنش لذت ببرید. ماس اینا هم بعضی ها میل داره بعضی ها نداره، یکم تش نمک رو میندازیم، خیلی خوشمزه پیش میشه.
واقعا خوشمزه هم خیلی لذیذ هست که خوشمزه هست یه از پیشتر شوخی کردم گفتم خانوما بلد نیم راستش کل زمانتا را خانوما کشید ما فقط اگه اونجا اکت شده کردیم و جا داره از خانم خودیم از میزبان تشکلی کنیم شما هم در خانه هایتون از این کتر کنید و شما مردان هم خیر است اگر وقتای با خانوما همکاری داشته باشین دلتان با چنگال خوردن دلتان با پاشو خوردن مقصد خیلی خوشمزه اگه گنده نباشد قطعا کیفیت چیل نسبت به دیگه بالا میره بسن بسیار خوشمزه باور کنید اون که خوشمزه هستم بعد از حدود چهار ماه یا سیونیم ماه میشه بعد از سیونیم ماه آشنگ میخورم اون که خوشمزه بکیم نگو دیگر از یک با ما همراه بودید جهان سپاس لطفاً سنت شده افغانستانه لایک، شیر، کومنت، سابسکرایب یاد شما ندهوه امیدوار از من هر جا که هستین افغانهای عزیز براتون خوش بگذره اگر در دیار مهاجرت هستین، اگر در خانه هستین هر جا که هستین در پناه حق باشین تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون